خداوند جان و خرد. سردرد تنشی چطور تشخیص داده می شود؟ سردرد تنشی یک سردرد اولیه و شایع‌ترین اختلال نورولوژیک در کل دنیا هست. تشخیص سردرد تنشی بر اساس معیارهای سومین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی اختلالات سردرد انجام می شود. طبق این معیارها و بر اساس دفعات تکرار سردرد، سردرد تنشی رو به سه گروه تقسیم بندی می کنند. گروه اول سردرد دوره‌ای که در این افراد سردرد کمتر از یک بار در ماه یا کمتر از 12 بار در سال اتفاق می افته. گروه دوم سردرد مکرر که در این افراد سردرد بین 1 تا 14 روز در ماه و یا بین 12 تا 180 روز در سال اتفاق می افته. گروه سوم سردرد مزمن به معنی اینکه بیشتر از 15 روز در ماه یا بیشتر از 180 روز در طول سال سردرد وجود داره. در سردرد دوره‌ای و مکرر طول مدت سردرد بین 0.5 ساعت تا 7 روز متغیر هست. اما در سردرد تنشی مزمن طول مدت سردرد بین چندین ساعت تا چندین روز متغیر هست و حتی ممکنه بدون بهبودی مدت‌ها ادامه پیدا بکنه. وجود 2 معیار بالینی از 4 معیاری که خدمتتون عرض می‌کنم برای تشخیص سردرد تنشی لازم هست. 1. دو طرفه بودن سردرد. 2. ماهیت فشارنده سردرد. 3. شدت خفیف تا متوسط سردرد و 4. عدم تشدید سردرد با فعالیت فیزیکی روزمره. در سردرد دوره‌ای و مکرر تهوع استفراغ وجود نداره، اما حساسیت به نور یا حساسیت به صدا ممکن اتفاق بیفته. در سردرد تنشی مزمن حساسیت به نور یا حساسیت به صدا همراه با تهوع خفیف در طول مدت سردرد میتونه وجود داشته باشه. تشخیص سردرد تنشی بر اساس عکس شرحال بالینی از بیمار و نرمال بودن معاینات نورولوژیک و رد علل ثانویه سردرد است. بیماران سردرد خودشون رو معمولاً به صورت دردهای طولانی دو طرفه و فشارنده عنوان می کنند. این درد فشارنده رو معمولاً به صورت احساس وجود یک کلاه بر روی سر یا یک باند فشاری در اطراف سر توصیف می کنند. بعضی از بیماران از دردهای عضلانی در ناحیه سر و گردن و شانه ها شکایت دارند. در بعضی از موارد محرک سردرد قابل شناسایی هست که شایع ترین اون استرس و در درجه بعدی تغییرات خواب هست. با اینکه سردرد تنشی سردردی با شدت خفیف تا متوسط عنوان میشه، اما در 60% از افراد اختلال در انجام طبیعی امور روزمره اجتماعی و شغلی دیده میشه. نکته ای که در مورد سردرد تنشی وجود داره این که گروهی که سردردهای دوره‌ای دارن معمولاً از درمانهای خانگی و یا درمانهای ضد دردی که بدون نسخه پزشک قابل تهیه هستن برای کنترل دردشون استفاده میکنن. اما افرادی که مبتلا به سردردهای تنشی مزمن هستند معمولاً ناتوانی بیشتری رو در ارتباط با سردردشون تجربه می‌کنند و به دنبال مراجعات پزشکی و درمان‌های طبی می‌گردند. یک نکته حائز اهمیت در مورد سردرد تنشی احتمال وجود سردردهای ناشی از مصرف مکرر و بیش از اندازه مسکن‌ها هست. نکته مهم دیگری که در مورد سردردهای تنشی باید به خاطر داشته باشیم وجود علائم هشدار سردرد هست. چون وجود این علائم هشدار به معنی این هست که احتمال یک علت ثانویه برای سردرد مطرح هست. علائم هشدار سردرد به این ترتیب هستند: وقوع ناگهانی سردرد، افزایش تدریجی شدت سردرد در طول زمان، وقوع سردرد به دنبال ضربه های مغزی یا سردردی که به دنبال عطسه، سرفه و یا ورزش اتفاق میفته، سردردی که اولین بار بعد از 50 سالگی اتفاق بیفته، سردردی که همراه با اون تب بدون علت یا سفتی گردن وجود داشته باشه، سردردی که با تغییر موقعیت بدن یا مانور والسالوا تشدید بشه، سردردی که همراه با کاهش وزن یا اختلالات حافظه یا تغییرات شخصیتی و رفتاری باشه. وجود هر کدوم از این علائم هشدار سردرد به معنی این هست که باید تصویربرداری مناسب و بررسی‌های دیگه‌ای از بابت وجود علل ثانویه انجام بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف سردرد تنشی و درمان‌های سردرد تنشی، بقیه ویدیوهای این مجموعه رو ملاحظه بفرمایید.